ظهور و سقوط فاشیزم 18 اردی به جنگ جهانی دوم با مرجبارترین درگیری نظامی در طول تاریخ بشریت و با بیش از 80 میلیون کشته پایان یافت محرک اصلی این جنگ فاشیزم بود هدف فاشیزم حفظ نظام است در شرایطی که حکومت به شیوه های متعارف امکان پذیر نباشد حکومت فاشیستی کلیه حقوق و آزادی های دموکراتیک را در چشور از بین میبرد و سیاست خود را معمولا در لفافه از تئوری ها و تبلیغات مبتنی بر تعصب ملی، نژادی، ایدولوژیک یا مذهبی میپوشاند. پوشاند. در 18 اردیبهشت 1324 فاشیزم هیتلری شکست خورد و دیگر نتوانست قد علم کند. اما در سال 1357 نوع دیگری از فاشیزم در ایران ظهور کرد. فاشیزم مذهبی این نو با پنهان ساختن خود زیر الفاظ مذهبی و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم کوشید قدرت سیاسی نظام توتالیتر و تمامیت خواه خود را از خطر مسون دارد فاشیزم دینی حاکم بر ایران با سرقت انقلاب مردم از همان ابتدای حاکمیت خود با خشونت تمام دستور کشتار مخالفین را صادر کرد تا با ترور در میان مردم و به خصوص در میان جوانان رعب و وحشت ایجاد کند تجربه 44 سال فاشیزم حاکم بر ایران خشونت و سرکوب اوریان تمامی اخشار مردم است از کشتار مردم کردستان در اوایل حکومت در سال 1980 و کشتن 120 هزار نفر در دهه 60 از جمله قتل عام 30 هزار زندانی مجاهد و مبارز و کشتار هزاران جوان آزادی خواه دیگر در سلسل قیام های سالهای اخیر خشونت سازمان یافته و سرکوب داخلی بخشی از فاشیزم حاکم بر ایران است همچنان که دخالت در امور کشورهای منطقه مانند عراق، لبنان، سوریه و یمن به منظور حفظ بقای خودش جزء جدای ناپذیر این رژیم است. اما جوانان آزادی خواه در نبرد با دیکتاتوری به خوبی در تجربه قیام 401 دیدند که نظام فاشیستی حاکم بر ایران نه با اعتراض مدنی و خشونت پرهیزی بلکه تنها با قیام آتش و خل اصلاح کردن ساختار خشونت افسار گسیخته فاشیزمش پایان میابد. مرکز اصلی ساختار خشونت در ایران بیت خامنه ای و ستون فقرات آن در سپاه و پایگاه های بسیج سرکوبگر خلاصه میشود.